درود بر شما دوستان عزیزم، وقت همگی به خیر. همونطور که قرارمون بود امروز میخواستم که یک توضیح و یک مروری بر در واقع گرامر درس دوم با هم داشته باشیم، چون دیدم که وسط کتاب دوباره یه توضیح خیلی خوبی داده، راجع به افعالش داده و فکرم که بهتره که اینو براتون دوباره باز بکنم و در واقع بهتر با هم دیگه بتونیم دوره کنیم. خب اگر خاطرتون باشه من قبلا بهتون گفته بودم که اگر در جمله ما از کلمه پرسشی وهین استفاده کنه، یعنی بی برو برگرد، بعد آکوزاتیو استفاده بکنید آرتیکلش رو، و اگر از و استفاده بکنه باید حتما آرتیکلش رو به شکل داتیو به کار ببرید. پس اگر وهین باشه آکوزاتیو و اگر و باشه داتیو. خب منتها این پاک شد منتها ما به یه جایی میرسیم که همونطور که قبلا هم گفته بودم ممکنه که اصلا در جمله چیزی به اسم در واقع با کلمه پرسشی وهین یا و نیومده باشه. در این حالت میتونیم دوتا کار بکنیم، یا از مفهوم جملهمون میفهمیم که از وهین در واقع استفاده شده، یعنی تو خود مفهوم جمله پنهان اون وهین، یا از و استفاده شده یا در مفهوم جمله پنهانه، که به چه صورت میتونیم بفهمیم، یا از روی فعلی که به کار برده شده. مثلا فرض بکنید من یه جمله فارسی بهتون میگم، من حالت اول که بهتون گفتم اگر از وهین یا و استفاده نشده باشه، من چمدان را زیر تخت میگذارم. خب من چمدان را زیر تخت میگذارم، وقتی بهتون گفتم در یه جمله حرکت از آ شروع میشه و به ب ختم میشه، یعنی از یه نقطه آ شروع میشه، چمدان را شما از یه نقطه میگیرید میبرید میذارید نقطه ب. در این حالت گفتم اگر به این شکل بود حتما جملتون باید در واقع آرتیکلش به شکل آکوزاتیو باشه. ولی اگر مثلا من یه جمله داشتم به شما میگم، مثلا فرض بکنید چمدان زیر تخت قرار دارد. خب اگر اینطور بود یعنی من فقط یک نقطه رو دارم به شما نشون میدم، دارم نشون میدم که چمدان کجا هست، بنابراین از همون نقطه آ دیگه من به ب نمیرم. قرار نیست که ببینید وقتی میگه من چمدان رو زیر تخت میگذارم، شاید شما بگید خب فقط اینم گفته فقط زیر تخت، ولی چمدان اول زیر تخت نبوده، چمدان رو از یه جایی دیگه‌ای میبره زیر تخت میگذاره، بنابراین از نقطه آ میبره نقطه ب، درست؟ ولی وقتی میگه چمدان زیر تخت قرار دارد، یعنی دیگه این چمدونه که تکون نمیخوره بخوایم ببریمش بذاریمش جایی، خودش میگه چمدان زیر تخت قرار دارد، پس در نقطه آ باقی میمونه. وقتی در نقطه آ باقی میمونه حتما باید آرتیکل داتیو باشه. پس نشونه چیه؟ نشونه اینه که اینجا با و از ما سوال میشه، در واقع سوال نمیشه، در خودش پنهانه، و اینجا با وهین سوال میشه. انگار اگر بخواد بگه اینو سوالی بکنه باید بگه کجا چمدان را بگذارم. خب کجا چمدان را بگذارم، چمدان را بگذارم. اگر اینو بگه یعنی داره باشه از شما چی میپرسه؟ از شما داره میپرسه وهین، حالا با هر فعلی که میخواد بگه. اینجا میگه چمدان زیر تخت قرار داره، اینم میشه کجا، این میگه چمدان کجا قرار دارد، ولی ببینید فقط میگه کجا قرار دارد، یعنی فقط جاش رو شما باید بگید، پس با و سوال میشه، پس داتیو هستش. این نکته اول. نکته دومی که پس یه بار دیگه بزنیم با هم دوره بکنیم، ما گفتیم اگر در جمله با وهین از ما سوال شه، یعنی کلمه پرسشی وهین در جمله اومده باشه، نشونش اینه که ما باید حتما در جواب از آرتیکلمون رو در واقع آکوزاتیوی استفاده بکنیم. اگر با و اومده باشه دادیم. بعضی اوقات یا خیلی از اوقات پیش میاد که وهین و و اصلا تو جمله نیست، یعنی ما باید تشخیص بدیم که اون جمله به چه صورت باید به کار بره.
خب بعد اومدیم گفتیم یک دو تا حالت به وجود میاد. یکی این که میگه من چمدان رو زیر تخت میگذارم، اگر در جمله‌ای که به ما میده، خوب دقت کنید، اولین حالت، اگر در جمله‌ای که به ما میده چیزی که داره به ما میگه از نقطه آ به ب داره، یعنی شما باید وهین استفاده کنید. اگر فقط نقطه آ داره از و استفاده میکنید، از و استفاده نمیکنید، منظورم اینه که فکر میکنید که وهین درش به کار رفته، پس آکوزاتیو هستش. باید برای خودتون تجسم بکنید که جمله ساده ای که به من داده، مثلا همین من چمدان رو زیر تخت میگذارم، یه نقطه آ داره یه نقطه ب. چرا؟ چون چمدون که زیر تخت نبوده، پس این چمدون رو باید از آ ببره به ب. پس اینجا من باید داتیو استفاده چه آکوزاتیو استفاده کنم، معذرت میخوام، آکوزاتیو استفاده کنم. ولی وقتی یه جمله ساده به شما میده چمدان زیر تخت قرار داره، شما میگه خب این نقطه آ به ب که نداره، این فقط همون نقطه آ مونده، یه جا رو داره میگه، پس اینجا باید داتیو استفاده کنم. اصلا صرف نظر از اینکه و یا وهین هستش، هیچی هم تو جمله نیست. الان میبینید تو این جمله یا تو این جمله، حتی ما اگر جمله خبریه وقتی ما وهین یا و استفاده میکنیم سوالیه، درسته؟ ولی وقتی جمله رو ساده میگه، میگه من چمدان رو زیر تخت میگذارم، دیگه نه و داره نه وهین داره، ولی از خود جمله از آ به ب داره، میفهمید که این باید حتما آرتیکلش آکوزاتیوی باشه. حالا یه حالت دیگه که داره عذر میخوام، ما بعضی از فعلایی رو داریم که تو خود اون فعلها حتی معنی آ به ب یا فقط در نقطه آ مستتر میمونه، حالا پنهان میمونه. یعنی چی؟ یعنی که مثلا یه فعل داریم شتلن، این طرف هم یه فعل داریم شتلن، بذارید من اینا رو براتون بنویسم. یه فعل داریم لیگن، این طرف هم داریم لیگن، یه دونه هم داریم هنگن، این طرف هم داریم هنگن. حالا بالای این من می نویسم آکوزاتیو و اینجا می نویسم داتیو. این آکوزاتیو و اینم داتیو. حالا اشتلن به معنی چی هست؟ به معنی بزن اینو یه ذره بیارم این طرف تر که معنیاش هم جلوش بنویسم. اشتلن، اشتلن به معنی قرار دادن هست، یادتون هست؟ اشتلن به معنی قرار دادن هست. لیگن به معنی چیه؟ اینم به معنی قرار دادن. من تا قبلا براتون توضیح دادم که اشتلن چیزی رو که به شکل پایه، خودش پایه داره، به شکل عمودی میذارید، از اشتلن استفاده میکنید. اگر دارید به شکل خوابیده، مثلا شما گوشی موبایلتون رو روی میز میذارید، پس دیگه نمیتونید اشتلن بگید، چون گوشی موبایل به صورت خوابیده، به صورت افقی روی میز قرار میگیره، باید از لیگن استفاده کنید. هنگن هم یعنی چی؟ یعنی آویزان کردن. حالا ما بعد از این فعل ها گاهی اوقات باید به شکل آکوزاتیو استفاده کنیم، بعضی وقتا باید به شکل داتیو استفاده کنیم، ولی هر دوش به معنی قرار دادنه، در واقع خود فعل معنیش هیچ فرقی نمی کنه. حالا چه اتفاقی میفته؟ توی کتابتون اومده میگه که اگر از وهین و و استفاده بکنه، معنی این دوتا تغییر میکنه. یعنی چی؟ مثلا فرض بکنید من یه دونه، بذارید یه مثال براتون بزنم. مثلا من یه دونه گلدون دارم، خب من به فارسی می نویسم که براتون خوب جا بیفته. من یه دونه گلدون دارم، این حالا فارسی نمیشه، ما رو اذیت می کنم. خب درست شدن، من دارم با این اولیه مثال میزنم. خوب نگاه کنین اشتله، میخوام هر دو تا حالتش رو برای شما مثال بزنم. تو حالت اول میگه من گلدان را کجا قرار بدهم. ببین با همه قرار دادن دارم سوال میکنم. این چیه؟ این از نقطه آ به ب داره، پس آکوزاتیوه.
درست شد. همین حالت دوباره من یکش رو براتون سوال کنم به همیشه. گلدان کجا قرار دارد؟ این به شکل چیه؟ به شکل داتیل هستش. حالا میگی که چرا به ما میگی که با همین معنی قرار دادن، ببین با همین معنی قرار دادن فعل اولمون، همین اشتعلن رو دارم براتون میگم. گفتم هم آکوزاتی و هم داتیوه، بستگی داره تو جمله چجوری استفاده شه. وقتی میگی من گلدان را کجا قرار بدهم، یعنی چی؟ یعنی گلدون مثلا بوده، فرض بکنید مثلا نقطه آ مثلا تو دست شماست، تو ماشین بوده، خریدید اومدید، میگی گلدون رو کجا بذارم؟ میگه ببر بذار من گلدان رو کجا قرار بدهم. میخواد ببینی از نقطه آ کدوم نقطه باید ببری، این کدوم نقطه ب میشه نقطه دوم، پس از آ به ب داره. هر وقت از آ به ب داریم ما باید آکوزاتی به استفاده کنیم. ولی وقتی تو جمله دوم اینجا گلدان کجا قرار دارد، شما دارید میپرسید گلدان کجاست، نمیخواد جاشو تغییر بده، پس فقط تو نقطه آ باقی مونده و دیگه به نقطه ب نمیره، درسته؟ وقتی نمیره فقط آ داریم، قرار شد داتیو استفاده کنیم. این از اولی. دومی مثلا همین لیگن به معنی قرار دادن. پس اول بذارید من اینو تکلیفش رو معلوم کنم. وقتی میگیم من گلدان را کجا قرار بدهم، مثلا فرض کنید یه حرف اضافه دارید auf، خب بعد میخواد بگه روی میز قرار بده. تو اولیه باید بگیم چی؟ باید بگیم که باید بگیم auf den مثلا تیش. چرا؟ چون در تیشه، بعد میشه den تیش چون آکوزاتیوه. ولی اگه توی اینجا، یعنی بذارین زیرش بنویسم براتون که منظور منو کامل، خب اینجا میگم auf den Tisch باید حتما آکوزاتیو باشه، ولی اینجا میگم چی؟ با همین auf میگم auf den Tisch، یعنی روی میز قرار، چون باید داتیو بپذارم. متوجه شدین؟ حالا رو فعل بعدی legen legen. خب legen legen، من میام به شما میگم، بذارید من اینو بیارم آخر، چرا این فارسی نمیشه؟ گاهی اوقات من اذیت میکنم. خب حالا فرض کنید که من میگم که من یا گوشی موبایل را کجا بگذارم یا قرار بدهم، قرار دهم، منظور اینه که بگذارم دیگه. یکم میگیم گوشی موبایل کجاست، درست؟ کجاست یا کجا میتونم بگم یا کجا قرار دارد. حالا من به خاطر که اینجا براتون نوشتم قرار داشتن، قرار دارن، قرار دادن، معذرت میخوام، میخوام عین همینو براتون ترجمه کنم، وگرنه کجاست هم یعنی همین دیگه تو فارسی، یعنی کجا قرار دارد. خب پس این لیگن، میبینید لیگن این بالا نوشتم دیگه، مثل اشتلن هم تو آکوزاتیو میاد هم تو داتیو میاد. نمیتونیم بگیم این چه فعلیه، بستگی به حرف اضافه بعدش داره و بستگی به این داره که داره چه مفهومی رو تو جمله میرسونه، وگرنه اشتلن میتونه داتیو باشه میتونه آکوزاتیو باشه. اگر قرار چیزی جای قرار داشته باشه فقط که میگیم داتیوه، اگر قرار چیزی رو ببریم جای قرار بدیم اون شکل حرف اضافه بعدش میشه آکوزاتیو، وگرنه خود فعل ریشه ای چی هست؟ آکوزاتیو هستش دلن. حالا اینو ولش کنیم، گفتیم همیشه حرف اضافه زورش بیشتر از فعله، پس اصلا به خاصیت این فعله، این فعله رو فراموش کنیم. میگیم اشتلن هم تو آکوزاتیو هم تو داتیو، اگر حرف اضافه بعدش بیاد چه اتفاقی قرار بیفته، برای همه اینا. حالا لیگن، لیگن به معنی قرار دادن. اینجا چی شد؟ گوشی موبایل را کجا قرار دهم؟ خب پس میگه چی؟ از نقطه آ گوشی موبایل تو کیفشه، میگه گوشی موبایل رو کجا بذارم، میخواد دنبال نقطه ب بگرده، میگه کجا بذارم، مثلاش میگه ببر بذار روی میز. خب پس نقطه ب هستش. حالا چون این هستش باید چی بیاد؟ آکوزاتیو. تو دومی چی؟ میگه کجا هست، میگه روی میزه. گوشی موبایل کجا قرار دارد؟ میگه گوشی موبایل روی میز است یا روی میز قرار دارد. پس فقط تو نقطه آ مون. پس باید
اینجا دیگه ادامه نداره، به نقطه B نمیرسه، پس فقط باید داتیو به کار برد. اینم متوجه شدیم. و دیگه پس همین مثال، مثلا اگه auf باشه حرف اضافمون، دیگه میگیم auf، توی اولی میگیم auf den Tisch، ها میگیم das Handy، اینطوری میگیم، میگیم آها ich lege das Handy auf den Tisch، من قرار میدم گوشی موبایل رو روی میز. این حرف اضافه، ما داریم تو این درس روی حرف اضافه های کار میکنیم، حواستون رو جمع کنیم، ما کاری به فعلا نداریم، درسته؟ ما داریم رو حرف اضافه های کار میکنیم که اول گفتیم یه سری حرف اضافه ها داتیوه، یه سری حرف اضافه ها آکوزاتیوه، ولی یه سری حرف اضافه ها هست با توجه به مفهوم جمله نقش آکوزاتیوی یا داتیویشون تغییر میکنه. اینا نیاید با بحث فعلا اشتباه بگیرید، بگید پس مثلا اشتعلن هم آکوزاتیوه هم داتیوه. نه، من اینا رو براتون نوشتم که شما بدونید یه فعلی میتونه به شکل آکوزاتیوی بعدش حرف اضافه قرار بگیره و به شکل آکوزاتیوی استفاده شه، همون فعل میتونه به شکل داتیوی حرف اضافه بعدش قرار بگیره. و اول درس این گرامر درس دوم بهتون گفتم حرف اضافه زورش بیشتر است، یعنی اگر حرف اضافه بیاد بگه من آکوزاتیویم، حتی اگه فعل داتیو باشه باز جمله آکوزاتیو میشه، همیشه زورش بیشتره. بعد در مورد هنگن هم دیگه براتون نمی‌نویسم، میگی من بنویسم، اینا من خیالم راحت بشه. خب اینم قسمت بذار بیام اینجا که دیگه این فارسی هست من اذیت نمی‌کنم. خب قسمت سوم هم میگه من لباس‌ها را کجا آویزان کنم، لباس‌ها دست بشه، میگه من لباس‌ها را کجا آویزان کنم. پس یه نقطه آ داره، یه نقطه چی داره؟ ب داره. لباسا تو دستشه، میخواد ببره یه جای آویزون کنه، پس چی میشه؟ آکوزاتی. یا میگه لباسا کجا آویزان است، اگر اینطوری بگیره چه شکل باید استفاده بشه؟ داتیو. پس دیگه من اینو نمی‌نویسم. ولی تو تمام این سه تا جمله ها دیدید من براتون نوشتم، در واقع من 6 تا جمله نوشتم با فعل های یکسان، فقط حرف اضافهش تغییر میکنه. حالا منظور اینا چیه؟ وقتی میگه من لباس ها رو کجا آویزون کنم یا لباس ها کجا آویزون هست، اصلا توش نه اینجا اومده، اینجا اگر من بخوام اینو الان ترجمه کنم، این بذارید من اینو جمله خبری بنویسم براتون، مثل این بالا یا آها همه رو براتون سوالی نوشتم. خیلی خب، پس اگه من اینو ترجمه کنم، باید وقتی از نقطه آ به ب داره باید با بوهیم سوال بکنم، پس آکوزاتیوه. اینجا هم باید با بو سوال کنم چون فقط یه نقطه داره، از آ به ب نداره، درسته؟ کجا آویزون هست؟ بو. ولی اگه میخوام بگم کجا آویزون کنم، یعنی از نقطه آ لباسا الان دست منه یا لباسا روی تخته، میگه لباسا رو کجا آویزون کنم. از روی تخت باید ببره بذاره مثلا توی کمد، پس از نقطه آ به ب داره، پس میشه آکوزاتیو. امیدوارم این بحث رو من عمدن فارسی برای شما گفتم که مثالای خود آلمانی براتون نزنم که گیج کننده نباشه، و خود درس رو کاملا متوجه بشید. سعی کردم که اینجا فقط براتون در حد حرف اضافه، پس مثلا ببینید اینجا آفو که من آوردم، بعدش یه جا دنتیش اومد، یعنی آکوزاتیو اومد، ولی همین آف اومد پایین دنتیش اومد. چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقش این بود که وقتی میگه گلدان را کجا قرار دهم، یعنی که گلدون مثلا جلوی دره، میگه گلدونا رو کجا ببرم قرار دهم، گلدون رو کجا قرار بدم، یعنی از جلوی در ببرم کجا، پس از نقطه آ به ب، پس باید آکوزاتیو بیه. ولی تو دومی چی؟ پس این با وهین سوال میشه. وهین، هر وقت آ به ب دارید وهین بذارید، و وقتی وهینه یعنی آکوزاتیو. قسمت دوم میگه گلدان کجا قرار دارد، یعنی فقط جاشو داره سوال میکنه، یک جا بیشتر نیست، پس وقتی با وو باید سوال بکنید، وقتی یک جا قرار داره، و وقتی با وو سوال میکنید یعنی داتیو. من تمام انرژیمو گذاشتم که این درس رو بتونم خوب به شما انتقال بدم، امیدوارم که
مشکلی باهاش دیگه نداشته باشین. روز و روزگارتون خوش، فعلا خدا نگهدار.